خب اگر ما الان یک دیوار چند لایه داشته باشیم، یک دیوار چند لایه رو ما چطور میتونیم متر برآورد بکنیم؟ به طور کلی در رویت ما به دو شیوه میتونیم این متر برآورد داشته باشیم. یکی حالت اسکجول کوانتیتی هست و دیگر حالت متریال تیک آف هستش. خب متریال تیک آف هم بر اساس متریال هایی که ما تو کار داریم میتونیم متر برآورد داشته باشیم و دیوار لایه بندی هم از همین قسم هستش. اگر که من الان یه دیویت من بزنم که این حالت دیسپارتش خارج بشه، بیام ادیت تایپ رو بزنم، میبینه در قسمت ادیت من لایه های مختلفی دارم. حالا جدا از اینکه ضخامت های متفاوتی هم دارم، ولی خب متریال هایی هم برای هر کدوم از این لایه ها داده شده. پس اگر شما یک دیوار چند لایه تو کارتون دارید، ابتدا باید جدای از بحث تیکنس یا همون ضخامتش بیایید متریال ها بدید کارتون. این متریال ها رو بر اساس ما میتونیم تیک آف متریال متر برآورد داشته باشیم. خب بریم ببینیم چطوری این داستان اتفاق میفته. ما میریم از قسمت ویو، من بذارید اینو حالت دیسپارت بکنم که لایه هاش اینجا ببینیم. خب من میام از قسمت ویو اسکیجول قسمت متریال تیک آف میام دیوار رو انتخاب میکنم. خب حالا اینجا چون بحثای متریالی هست، دقت بکنید من اینجا یه قسمتی دارم که همه چیز با یک متریال شروع میشه. بحث متریال اریا هستش، بحث حالا بحث متریال کاست هم میتونم اینجا داشته باشم و همچنین بحث متریال حالا دیگه چیزی که هست از خود فامیلی تایپ نیم هم اینجا من بذارم، فامیلی تایپ نیم اینجا من اف رو بزنم پیداش کنم، اینو میارم بالا و خب متریال نیم هم میخوام چون ما یه فامیلی انتایپ خود دیوار هست، ما نام اون متریال هم میخواییم که خب به ترتیب اینها رو در کنار هم دیگه داریم. من الان اینو اوکی میکنم و تو اسکجول خودم خب میبینم که همین ها از یک نوع تیپ دیوار هستن، این اسم متریال ها و اون مسائلی هستن که تو کار استفاده شده، متر مربع کار من و خب متریال کاستم الان بهش میرسیم ببینیم چی کار میکنه. خب من بیام روی قسمت دیوار خودم انتخاب میکنم، از باب نمونه بذارید من حالت اسکیپ دیگه بکنم که دیس پارت خارج بشه، روی انتخاب میکنم، میام روی قسمت ادیت تایپ، میام قسمت ادیت، بعد روی یکی از این متریال میذارم، مثلا همین بریک رو من انتخاب میکنم، روش انتخاب میکنم و اینجا تو قسمتی قسمت آیدنتیتی من یه جایی دارم به نام کاست. اینجا برای این چون میخوام واسه متر مربع حساب کنم، فرض کن میگم که هر متر مربع این دیوار به فرض مثال 100,000 تومان هزینه‌اش هستش. من اینو اوکی میکنم و اوکی. الان میام تو قسمت جدول متر برآورد خودم، میبینم اینجا من از این بر اساس متر مربع خب یک مقیاس و حالا اندازه محاسباتی دارم. خب من روی فیلد میام، اگه بخوام یه فرمول براش بنویسم میگم که بیاد بر اساس کارنسی، حالا اینجا میگیم هزینه تمام شده یه دیوار. خب یکی که لایه ها رو میخوام براش قیمت گذاری کنیم، میگیم که اینجا قسمت متریال اریا ضرب در متریال کاست بشه، اوکی و اوکی. خب چون بحث یونیت من اینجا یه تقسیم بر یک میذاریم برای کارمون تا یونیت ما اصلاح میشه. خب الان میبینید بر اساس 25 متر مربع من چیزی در حدود 2,500,000 تومان هزینه تمام شده این لایه از آجر کار من تو این دیوار میشه. خب بذارید من اینو انتخاب بکنم، یونیتش هم یه اصلاحی داشته باشم، دسیمالش رو که 0 میکنم و براش حالت دلار هم میذارم. خب اگر من بخوام حالا دونه دونه این لایه ها رو براش هزینه در نظر بگیرم، یک راه حل اینه که خب من بیام دیوار انتخاب بکنم، تو قسمت ادیت برم و از اونجا متریال انتخاب کنم و براش در قسمت کاست هزینه بذارم. یه راه حل دیگه اش اینه که من همینجا براش هزینه بذارم. به فرض مثلا من میام اینجا اینو میذارم 20,000 تومان. ببینید به محض اینکه انتر کنم خودش محاسبه میکنه. یا مثلا فرض کنید میذارم 10,000 تومان. حالا اینا اعدادا کاملا به صورت چیز هستش. به صورت کاملا پیش فرض خودمون داریم چیزی میذاریم. یا مثلا میذارم 30,000 تومان، اینو فرض میذارم 5,000 تومان یا 50,000 تومان. میام میذارم مثلا 22,000 تومان. خب حالا نکته این که من اگر بیام الان این دیوار انتخاب بکنم، بیام تو قسمت ادیتش
و هر کدوم از این متریالی که الان معلوم براشون کاستی گذاشتم، اصطلاح قیمتی گذاشتم، بازکار میبینم اینجا خود نرم افزار درست مده کاستشون براشون اعدادی رو در نظر گرفته، دیگه نیازی من دونه دونه رو باز کنم، از اینجا براشون رقم و حالا هزینه در نظر بگیرم. حالا میتونیم محاسبات دیگه هم تو کار خودمون داشته باشیم، از جمله اینکه فرض کنید من میخوام جمع همه اینها رو در نظر بگیرم که چقدر میشه، میام تو قسمت فرمتینگ هزینه تمام شده، اینجا کلکیلیتر توتال میگم وسطی نشون بکنه و اوکی. خب اینجا من یک گزینه باید اینجا تیک بزنم، اینو گرند توتال اینم تیک بزنم که جمع تمام شده کل این دیوار با تمام لایه‌هاش برام محاسبه میکنه که خب این دیوار شامل 6 لایه میشه که همه این لایه‌ها مبلغ جمع کل اینا در این متراژ به این هزینه تمام شده کار ما خواهد. اما بیم حالا یک سری موارد اینجا با هم دیگه چک کنیم. من در بیلیتری میذارم که این دوتا رو با هم داشته باشم. خب اگر که من بیام اینجا الان یک حفره ایجاد بکنم، مثلا ادیت پروفایل میزنم و فرض کنید یه همچین حفره ای رو به این شکل درش ایجاد میکنم، آیا روی همه لایه ها تأثیر میذاره؟ میبینم بله، روی تمام لایه های کار من اینجا تأثیر گذاشته و خب میتونم تأثیر گذاریش رو ببینم. اما یه نکته، بذارید من اینو ریسیت بکنم. یه چیزی ما تو قسمت دیکسپارت داریم که حالت نمایشی داره، قبلا هم گفته شده، من اگه همه اینا رو انتخاب بکنم، بذارید همه اینا رو با هم دیگه انتخاب بکنم، این گزینه شو شیپ هندل اگه کلیک بکنم برای من این امکان وجود داره که لایه‌های مختلف از هم دیگه تفکیک بکنم. و اگه دقت بکنید ببینید، حالت گفتم قبلا هم بهش اشاره کردم، این تفکیک سازی، این حالت نمایشی، صرفا حالت نمایشی فاز دو داره و هیچ تأثیری تو کار من نداره و واقعا من اینجا ادیت رو دیوار انجام نمیدم و همینجوری که حالا اینجا من بیام حالا انتخاب کنم یک دیلیت بزنم به حالت عادی برمیگرده، اولا من هیچ ادیتی تو کار خودم نداشتم، ولی تو بحث ادیت پروفایل یا مثلا وال اوپنینگ ها نه، تأثیر خودش اینجا خواهد داشت. من الان حتی اینجا میام الان در به کار ببرم، در بزنم اینجا، میبینید که خب تو تمام لایه‌ها تأثیر خودش رو میگذاره.